بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هفتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود و درس گذشته را شما عزیزان به خوبی خوانده باشید و یاد گرفته باشید مطابق جلسات گذشته ما و شما ابتدای درس امروز ما یک مروری داشته باشیم در نکات مهم درس گذشته و بعد از اون درس جدید با یکدیگر شروع کنیم خب شاگردهای خوب صنف هفتم سوالاتی را که امروز ما برای شما تهیه کردم از نوع سوالات تشریحی است و در به همین سوالات تشریحی مهمترین نکات درسی جلسه گذشته گنجانده شده سوال اول مهمترین وظیفه برگ چیست؟ اگه به خاطر داشته باشید که حتما هم به یادتان هست ما و شما در جلسه گذشته گفتیم که برگ یکی از مهمترین بخش های یک نبات است بعضی خاطر که مهمترین فرایند بیولوژیکی و زیستی نباتات در دا داخل برگ انجام می و او فرایند چیزی نبود جز فتوسنتز یا ترکیب زیایی آفرین به شاگردایی که پاسخ درست دادن سوال دوم در یک برش عرضی برگ چند لایه دیده میشه؟ چند لایه بود؟ آفرین به شاگردایی که گفتن سه لایه ای سه لایه چی بود؟ اپیدرمیس بالایی، اپیدرمیس پایینی و لایه میزوفیل یا میانبرگ این سه لایه است که ما در یک بریش عرضی در ساختار برگ میبینیم سوال بعدی ستوماتا چیست و در کدام لایه بیشتر است؟ خب بازم اگه یادتان باشه در پای تخته ما برای شما تصویر و شکل از این ها را کشیدم و گفتم ستوماته ها چیزی جز یک روزنه یا سوراخ نیست که در لایه اپیدرمیس پایینی بیشتر از بالایی هست و در واقع این ستومات ها همون روزنه هایی هست که در ابتدای صبح باز و در روز در آوج گرمای یک روز یعنی در ظهر این ستومات ها به کمک گاردسل ها بسته می تا نبات یا گیاه ما و شما آب زیاد را از دست نده خب سوال بعدی لایه میزوفیل دارای چند نوع حجره است خب شاگردای خوب شما بگین چند نوع حجره است آفرین به شاگردایی که گفتن ما در لایه میزوفیل دو نوع حجره داشتیم یکی حجرات پالیساد و یکی حجرات چی بود آفرین حجرات اسفنجی حالا در این سوال دقت کنید تفاوت میان حجرات پالیسات و اسفنجی برگ در چیست؟ بازم اگه یادتان باشه گفتم این خودش میتوانه یک سوال بسیار بسیار مهم باشه حجرات پالیسات که به نام حجرات نردهی هم معروف هسته دراز و کشیده و چیفت چیفت در کنار هم چسبیدن بین از اونا فاصله ای وجود نداره اما حجرات اسفنجی حجرات کروی شکل تری بودن و نسبت به حجرات پالیساد عمقی تر بودن و با فاصله هم بودن پس یکی از لحاظ شکل و یکی از لحاظ فاصله بین هجرات این دو نوع پالیساد و اسفنجی با یکدیگر فرق میکنه. خب سوال بعدی عمل فوتوسنتز توسط کدام نوع هجره برگ انجام میشه حالا که ما و شما ایره یادمون هست که ما حجرات ما پالیساد و اسفنجی بود خب کدام یکی از اینا فتوسنتز انجام میداد آفرین به شاگردایی که گفتن حجرات اسفنجی شاگردای خوب ما دقت کنید اگر لایه را سوال کنند که فتوسنتز در کدام لایه برگ انجام میشه ما و شما میگیم لایه مزوفیل اگه سوال کنه در کدام حجره انجام میشه باید دقیق تر بگیم حجرات اسفنجی آفرین به شما شاگردای خوب سوال بعدی انواع برگ ها را نام ببرید در جلسه گذشته ما برگ ها را از دو طریق دستبندی کردیم یکی گفتیم از نظر اتصال برگای ساده به برگایی بود که دانه دانه مستقیم در دا ساقه وصل بود برگای مرکب برگایی بودند که چند تا چند تا با هم به یک برگ وصل می شدن و برگ به ساقه بس وصل اگر از ما و شما سوال میکردند که انواع برگ ها را از نظر گره بگیم ما سه نوع برگ داشتیم برگ متناوب برگ متقابل و برگ قنچه ای برگ های متناوب که گفتیم هیچ نظمی نداره در سمت راست و چپ ساقه پشت سر همدیگه دیگه به همین خاطر به اونا متناوب میگفتیم متقابل یعنی دو 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 رو همان در هر جای ساقه که برگ وصله یکی دیگه در رو یکی در چپ یکی در راست این میگن برگ متقابل برگ قنچه جایی هست که در همون گره بیشتر از دو تا برگه یعنی سه تا برگ یک جا بر یک گره وصل میشه مانند کاسبرگ که انشالله امروزی را یاد میگیریم و سوال آخر تفاوت میان برگ های نباتات تکمشیمه و دومشیمه در چیست اگر به با یادتان باشه گفتیم در برگ نباتات تکمشیمه و دومشیمه از نظر رگبندی ما تفاوتی را میبینیم نباتات تکمشیمه رگبندی موازی دارن و نباتات دومشیمه رگبندی غیر موازی دارن که این به ما کمک میکرد که با دیدن برگ یک نبات ما پی ببریم که اون نبات ما تکمشیمه هست یا دو این مهمترین نکات درس گذشته بود آفرین به شما شاگردای خوب که درس به خوبی خوانده بودید خوب شاگردای خوب سنف هفتم به شکر خدا رسیدیم به ششمین ششمین فصل بیولوژی سنف هفتم ما و شما فصل ششم شروع میکنیم در این فصل قدر نباتات بیشتر و بیشتر میشناسیم حالا ما و شما میخوایم تکسر جنسی را در نباتات بخوانیم و یاد بگیریم که چگونه ای فرایند نباتات انجام میشه خوب شاگردای خوب من نباتات دوباره به خاطر بیارید دسته بندی نباتات ما یک دسته بندی را به شما یاد دادم گفتم ای را خوب یاد بگیرید که تا سنف دوازده با شما هسته این نباتات ما چگونه طبقه بندی کردیم گفتیم که نباتات به دو گروه تقسیم می شد نباتات وعایی و نباتات غیر وعایی حالا یک نفر از شما شاگردای خوب بگه یک نبات غیر وعایی چی بود؟ آفرین و او شاگرد خوبی که گفت خزه ها خزه یک نبات غیر وایی است این فراموش نکنید در سوالات چهار ای فقط فقط یک نوع نبات در کتاب ها شما میخوانید که غیر وایی بود که همو خزه های خب نباتات وایی این نباتات وعایی اونایی بودن که زایلم و فلویم داشتن. یعنی انساج انتقالی داشتن. اینا به دو گروپ تقسیم می شد. نباتات وعایی داندار و نباتات وعایی بدون دانه. حالا یک شاگرد خوب دیگه دمه یک مثال بگه. یک نبات وعایی بدون دانه. مانند خزه ها فقط یک گروپ شما می خانید. و چی بود؟ آفرین به او شاگرد خوبی که گفت سرخص ها حالا نباتات وعایی داندار چیزی که در قلم روی درس امروز ما و شما هست اینا به دو گروپ تقسیم می شد ظاهر البذرها و یا مخفی البازرها خب او نباتات دانه داری که دانه اونها ظاهر البذر این دانش آشکار است و مخفی البذر دانه اونها پنهان ما و شما تکسر جنسی را میخوانیم اگر به یاد داشته باشید در سالهای گذشته هم در کتاب ساینس خواندید که تکسر این نباتات به دو صورت هست یا تکسر جنسی هست و یا تکسر غیر جنسیه که جنسی را امروز میخوانید و انشالله غیر جنسی را در جلسه بعدی میخوانیم ما به تکسر تکسور جنسی میگیم که حجره جنسی یک نبات و حجره جنسی یک نبات دیگر تای فرایند القاه با یکدیگر دیگر ترکیب میشه. حالا ما نگفتیم اینا چگونه و ترکیب بشن به خاطر از که باز وارد مبحث گردافشانی و اینا میشیم که در درس امروز به موقعش برای شما خواهیم گفت اما تکسر جنسی پس ای بود که حجرات جنسی در این تکسر نقش دارن اونم یک حجره جنسی مؤنث و یک حجره جنسی مذکر ابتدا ما میریم تکسر جنسی رو در نباتات ظاهر البذر یعنی دانه دارایی که دانه اونا در دا میوه پنهان نشده بخوانیم ببینیم چگونه این عمل اتفاق میفته خب شاگردای خوب سینف هفتم ما خوب دقت بکنین که من از این اسلاید دو تا تصویر برای شما آوردم یک دنه درخت کاج آوردم که به نمایندگی از نباتات ظاهر البزرایه و یک دانه درخت سیب آوردم به نمایندگی از نباتات مخفی البذر خب تکسر جنسی در این نباتات از ویژگی بسیار مهمی برخورداره به چه خاطر؟ به خاطر از این که هر دوی این نبات ساختار تکسری خاص داره خب ببینین هر چقدر نباتی پیچیده تر میشه هر چقدر نباتی از نظر ساختار پیشرفته تر میشه اندامه های تکسری و نحوه تکسر هم در این موجودات پیچیده میشه نباتات تخمدار که به دو گروه بود ظاهر البذرها و مخفی البذرها خب ده حجرات تکسری که ما و شما از امروز به این حجرات تکسری جنسی گامت میگیم ده هر دو نبات به طور جداگانه ساخته میشه اما ببینیم که این گامت ها ده هر کدام از این نباتات در چه بخش هایی ساخته میشه خب اگه یادتان باشه در جلسات گذشته برای شما گفتیم که نباتات ظاهر البذر یا نباتات انجسپرم اینا نباتاتی هستند که دارای مخروط یا قوزه بودن پس ما و شما حدس میزنیم که همین گامدها یا حجرات جنسی در دا داخل مخروط ها یا قوزه ها باید تولید شود خب این قوزه ها را ما بر روی درخت کاج دیدیم در این تصویر اسلاید هم برای شما مخروط ها را آوردیم اما این مخروط‌ها ها را ما و شما چگونه تشخیص بدیم که مخروط مذکر و مؤنس چه فرق با یکدیگر دیگر داره خب از درس‌های گذشته هم کم ویش به یاد دارید که مخروط یا قوزه مذکر کوچک نرم و نازک است همون مخروطش بسیار نرمه ما و شما اگه به او دست بزنیم یک کم ما کمتر و سختتر او را به دست بگیریم مانند پودر میشه میریزه خب در دا داخل ازی مخروط یا قوزه مذکر دانه گرده تولید میشه خوب دقت کنید شاگردای خوبه ما دانه گرده گامت نیست دانه گرده در دا درونش قرار گامت جنسی مذکر تولید شه پس خود مخروط های مذکر چی تولید میکنن دانه گرده که در دا داخل دانه گرده ما گامت های جنس مذکر نباتات ظاهر البذر داریم خب ده اسلاید بعدی مخروط معنیس ما ما شما می بینیم از این مخروط معنیس د تزئینات هم استفاده زیاد میشه و شما حتما تا حالا این مخروط های معنیس بیشتر دیدید و شاید تا به امروز فکر نمیکدین که مخروط ها هم مذکر و معنیس داره خب مخروط معنیس بزرگه سخته و فلس های چوبی داره فلس یا پولک های از اینا تا وقتی که ای هنوز جوانه و خوب نرسیده بسته هست فلس ها به یکدیگر چسبیده هستند وقتی که ای قوزه یا مخروط معنیس به خوبی رشد میکنه و رشدش کامل میشه ای فلس ها هم رشد میکنه اصلا همین مخروط هم رشد میکنه وقتی مخروط رشد کرد خب حتما فلس ها هم رشد میکنه اما ای فلس ها در بعضی از مخروط ها ما و شما دیدیم ای تو باز هستند یعنی فلسایش برگایش از دیگر باز شده کی باز میشه حالا او رو برای شما میگیم بعد از لقا ای قبل از لقا رو من برای شما بگم که پس در مخروط مذکر دانه گرده تولید میشد اما در مخروط معنیس درون خودش تخمه را تولید میکنه حالا این تخمه معادلش میشه دانه گرده چرا من تکید میکنم؟ چون در سوالات کنکور تکرار میشه همین را در سار شما در صنفهای بالاتر مخصوصا در سنف یازده دوباره میخوانید که سوال میشه معادل دانه گرده در جنس معنیس چی نام داره؟ شما باید خوب فکر کنین که دانه گرده در کجا بود؟ در مخروط مذکر تولید میشد پس در مخروط معنیس چی تولید میشد؟ تخمه تولید میشد یا معادل تخمه در جنس مذکر چی نام دارد؟ خب ما و شما میدانیم تخمه در جنس معنیسه در درون مخروط های مهنس تولید میشن پس معادل تخمه دانه گرده بود که دانه گرده در دا مخروط مذکر تولید میشه. اینا سوالات کنکوریه که دقت زیادی را میطلبه و از همین صنف هفت که شما بیولوژی را میخونید نکته به نکته باید اینا را خوب و دقیق یاد بگیرید تا ایشالله در سنف های بالاتر دوچار مشکل نشوید بعد از القاه خب بعد از القا فرایند چی بود؟ همال چند دقیقه پیش برای شما ما گفتم ترکیب شدن گامت مذکر و گامت معنیس القاه نام داره خب محصول القاه چیه؟ محصول القاه زایگوت یا تخمه یادتان باشه تخم در قوزه معنیس تولید میشه خب ای هم چند تا نکته کانکوری خوبی که امروز ما برای شما شاگردای خوب گفتم و شما اینا را میتونید میسی به صورت نکته های خیلی مهم با پنسل های خودتان در گوشه کتابچه های خود یادداشت کنید خب حالا این چگونه انتقال پیدا کرد این دانه گرده ای را که ما و شما گفتیم در مخروط های مذکر تولید شد باید برسه به مخروط مؤنث تا در اونجه فرایند القاه انجام بشه این کار به نام گرد افشانی یاد میشه قبل از اینکه شاگردای خوب گرد افشانی رو برای شما توضیح بدیم یک چیزی را به شما یادآوری میکنیم میگیم تا خوب یاد بگیرید شاید دیده باشید که بسیاری از افراد اطراف ما و شما و شاید حتی خواهر یا برادر ما و شما در منزل در فصل بهار و تابستان که میرسد دچار حساسیت یا آلرژی میشن عدسه میکنن، صرفه میکنن، خارش چشم، سوزش، آبریزش از چشم و بینی داره خب وقتی که به دکتر سایبا مراجعه میکنن میگن این حساسیت شما به گرده گلایه خب حالا هیچ گرده گلی هم نبوده که اینا بکنن و حتی یک نفر به گرد و خاک حساسیت داره ای چی, چی, ای چی قسمه چگونه اتفاق میفته خب بله ای به خاطر ازی هست که بیشترین گرد افشانی ها در فصل بهار و فصل تابستان انجام میشه اصلا گرد افشانی چی است گرد افشانی انتقال همو گامت های مزکر از دانه های گرده به گامت های یا تخمه ها که در ظاهر البذر ها در مخروط ها. حالا در مخفی البزر ها باز میگیم در داخل چی هست ای رو بهش میگن گرده افشانی خب ای گرده های ای نباتات در طبیعت رها شدن در همه جاها وجود دارن حالا یک ده از افراد که سیستم دفاعی یا ایمنی اونها بسیار حساسن خیلی قوی ترن حساسن که به کوچکترین جزء گرده موجود در هوا واکنش نشان میدن و ایجاد آلرژی یا حساسیت میکنن حالا اینا به این منظور نیست که صد درصد در نزدیکی گل و گیاه باشه نه اگه به وسیله باد به اینا هم رسیده باشه اینا هم همین علائم در اینا دیده میشه که ای همون نتیجه گرده افشانی نباتات حالا بریم ببینیم این گردافشانی چگونه اتفاق میافته خب شاگردای خوب عمل گردافشانی بعد حالا شما در این تصویر هر دو مخروط در کنار هم میبینین مخروط ماده و مخروط مذکر میبینین بعد از با باز شدن فلس های قوزه مؤنث یعنی القاه انجام شده به وسیله باد یا به وسیله حشرات حالا انواع گردافشانی رو بدن میخوانید دانه های گرده گامت های مزکره رسانده به گامت های در مخروط های جنس مؤنث خب این فرایند القاه انجام شده و تخم به وجود اومده این تخم ها ظاهر البزرن یعنی این دانه ها یا تخم ها در درون میوه پنهان نیستن اینا همینجور در طبیعت رها میشن کی رها میشن زمانی که مخروط های ماده فلس هایش باز میشه وقتی که فلس ها یا پولک هایش باز شد این تخم ها یا دانه ها به بیرون پراکنده میشه و به وسیله باد به این طرف و او طرف میره و در هر جایی که شرایط مناسب آب و هوایی و خاک و آب مناسب باشه قرار بگیره پس زمینه رشدش مساعده فراهم شده رشد میکنه و یک نبات جدیدی را به وجود میاره حالا باز انشالله بعدا میخوانیم که این گرد فقط به وسیله باد نیست موجودات دیگه هم این عمل گرد را انجام میدن خب این که ما و شما خواندیم تکسر جنسی در نباتات چی بود؟ ظاهر البذر یا داندارا حالا تکسر جنسی را در نباتات گلدار یا اینجی اسپرم میخوایم ما و شما ببینیم که نباتات گلدار ابتدا میوه دارن اینا چگونه تکسر جنسیشان انجام میدن خب این نباتات هم گل داره و هم میوه داره یعنی نباتات میوه دار ابتدا گل میدن بعد همو گل به میوه تبدیل میشه خب تخمها درون تخمدان تولید میشه تخمدان ها بخش تکسری جنس مؤنث هست که تخم که در نتیجه فرایند القاه به وجود آمده در دا داخل تخمدانه. کم کم این تخمدان تبدیل به میوه میشه و این تخم یا دانه در دا داخل یا درون میوه پنهانه همونطور که در تصویر میبینید یک میوه بسیار خوشمزه و خوب همینطور خوش رنگ و رو هم هست حالا این دانه ای دانهی که در دا داخل از این میوه ها پنهان میشه باید در شرایط مناسب قرار بگیره سالها و ممکن ده ها سال هم این دانه در دا داخل ازی در دا داخل دانه همینا بذر یا دانه گیاه در دا داخل میوه وجود داشته باشه خب میوه خورده شده دانهش در طبیعت رها شده این دانه میتونه به حالت خفته یا نهفته بمانه تا شرایط مناسب بشه هر وقت شرایط مناسب شد این پوسته سخت و چوبی خود پاره میکنه و جوانه میزنه و رشد میکنه و یک نباته داندار یا گلدار دیگر به وجود میاره خب ساختمان تکسوری نباتات مخفی البذر گل نام داره شما گله متفاوت و متنوعی را در طبیعت میبینید خب بعضی از گلها ها قشنگ داره بعضی از گلها بوی خیلی خوبی داره و ویژگی هایی که هر گل برای خودش داره هر کدام از اینها بی نیست هر کدام از این به دلایل خاصی است یا گلش یا رنگش یا بویش باز بعدا میخوانیم که چه قدر در عمل گرد افشانی اونا مؤثر هستند. خب گل ها به دو گروه تقسیم میشه بعضی نباتات گل کامل داره و بعضی ها گل ناکامل داره ما در سنف هفت گل کامل رو میخوانیم میگیم گلهای کامل به گلای گفته میشه که هم بخش مذکر و هم بخش معنیس در درون یک گل قرار داره. پس این فرق اول بخش تکسوری نباتات گلدار با نباتات ظاهر بعض. اونا دو تا مخروط جداگانه داشتن مذکر و معنیس. اما این نباتات گلدار بخش تکسوری معنیس و مذکرش در دا داخل یک گل قرار داره. بخش مذکرش گرده تولید میکنه و بخش معنیس تخمه تولید میکنه. او نباتات ظاهر البذر دانه گرده و تخمه تولید میکرد اینا گرده و تخمه را تولید میکنه خب انتقال گرده یا همو عمل گرده هم به وسیله باده در نباتات گلدار علاوه بر باد حشرات و حیوانات هم اینجا نقش داره که این حشرات و حیوانات فرق داره هر حشره هر گلی را دوست نداره بعضی از حشرات زیبایی گلا را دوست داره مثلا مگس ها دوست دارن روی گل های سفید بشینن یا روی گل های بو بشینه اما زنبور ها دوست دارن روی گل هایی که رنگ روشن مثل زرد و سرخ داره بشینه و بوی خوش و بوی خوب انتخاب میکنه پس هر گلی با هر ویژگی که داره توسطی یک حشره یا یک حیوانی عمل گرد انجام میشه حالا بعضی از گلا هستن که نه بوی خوبی دارن رنگ نه رنگ خوبی داره اونا چه قسم گردافشانی افشانی کنه کی میتونه بگه آفرین به شاگردایی که درس خوب گوش کرده حد زدید او اونا به وسیله بادی کارا میکنه دیگه برای باد فرقی نداره رنگ و بوی گلا خب حالا به بخش پایانی درس میرسیم اما قبل از اینکه درس رو تمام کنیم ما یک بخش به پای تخته بریم و ساختار گل با هم بخوانیم. که امی گلهای کامل که ما گفتیم هم بخش مذکر داره هم بخش مؤنث چه بخشهایی را در خودش جای داده خب پس ما و شما میخوایم ببینیم ساختار یک گل شامل چه بخشهایی هست ساختار گل خب گلها دارای چهار بخش هست هر گلی چهار بخش داره بخش تکسری مذکر بخش تکسری معنس کاسبرگ و گلبرگ این نبات ما و شما اگه باشه یک بخش گلبرگ ما داریم ای باشه کاسبر باشه گلبرگ ای باشه کاسبرگ در داخل برگ یا به در داخل گل ما بخش های تکسوری را داریم این بخش های تکسوری به چه صورت است؟ مال معنیس به زی شکل که این بخش معنیس هست و بخش مذکر به این صورت است. این قسمت بالا کلاله نام داره این قسمتی که باریک میشه خامه نام داره و این قسمت انتها مانند یک گلدان یا آخرش تخمدان نام داره تخمدان حالا جزئیات از این انشالله در جلسه بعد یاد میگیریم بخش تکسوری مذکر یک قسمت به نام میله داره و یک قسمت برآمده به نام بساک که داخل بساک دانه گرده تولید میشه خب بخش تکسری آله معنیس و مذکره اینجا در تصویر شما میبینید که با یکدیگر فرق داره پس یک نبات یا یک گل چهار بخش داره یکی گلبرگه که این گلبرگ ها رنگ رنگی در گلای متفاوت با یکدیگر رنگا فرق میکنه یکی کاسبرگه که کاسبرگ همون برگایی هست که در ابتدا از قنچه محافظت میکنه بسته زمانی که قنچه باز میشه یکاسپرگ ها هم باز میشه بخش تکسوری معنیس و بخش تزک... تکسوری مذکره در پای تخته برای شما کشیدم خب حالا این چهار بخش در تصویر اسلاید بهتر ما و شما میبینیم که این چهار قسمت شامل این قسمت هاست که گلبرگ ای گل رنگی هست و بخش زرد داخل گلبرگ ما و شما که پرچم نام داره شامل میله و بساک میشه که درون بساک همو گرده ها تولید میشه که در داخل از او گرده ها باز حجرات یا گامت های جنسی مذکره و در داخل کاسبرگ ما تخمدان را میبینیم همو برجستگی ته گله ها را به نام بخش تکسوری معنیست یا مادگی یاد میشه که شامل تخمدان قسمت باریکش خامه و رأسش کلاله هست خب این ساختار و بخش های یک گل هست که ما و شما با یکدیگر نامشانه یاد گرفتیم خب شاگردای خوب, خوب خسته نباشید امیدوارم که درس امروز خوشتان آمده باشه ساختار گل همینجا ما و شما تمام میکنیم و وارد جزئیاتش نمیشیم ان در جلسه بعدی گل بیشتر و بیشتر با یکدیگر میخوانیم و یاد میگیریم خب شاگردای خوب همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان میسپارم تا جلسه بعدی خدایا رو نگهدار شما